اما انتقال سید محمد سیفزاده از بیمارستان به زندان رجایی شهر. سید محمد سیفزاده حقوقدان و عضو ارشد کانون مدافعان حقوق بشر که چندی پیش به علت عارضه قلبی در بیمارستان تخصصی قلب بستری شده بود، عصر روز دوشنبه علی‌رغم هشدارهای پی در پی پزشکان معالج به زندان بازگردانده شد. ماموران زندان بدون توجه به اینکه پزشکان معالج نسبت به آریتمی قلبی وی و احتمال سنگکوب هشدار داده بودند، وی را به زندان رجایی شهر برگرداندند. سید محمد سیفزاده به دلیل برخورد اعتراضی و عدم شرکت در دادگاه انقلاب و در حکم جدید که هنوز قطعیت نیافته به 6 سال حبس محکوم شده است. این وکیل دادگستری محبوس در زندان رجایی شهر کرج دادگاه و دادسرای انقلاب را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم استقلال به رسمیت نشناخته و در جلسات آن شرکت نکرده است که عدم شرکت در جلسات دادگاه موجب خشم دستگاه قضایی و تبعید این زندانی بیمار به زندان رجایی شهر شده است. اما تجمع 400 کارگر لوله‌سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات موفقه. حدود 400 نفر از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و عیدی در محوطه کارخانه تجمع کردند. یکی از کارگران معترض گفت بیش از 400 کارگر از مجموع 2400 کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز در اعتراض بی‌توجهی مسئولان استانی به پرداخت نشدن 3 ماه از معوقات حقوقی سال گذشته در محوطه کارخانه تجمع کردند. او با بیان اینکه معوقات حقوقی کارگران مربوط به 3 ماهه بهمن، اسفند سال گذشته و فروردین ماه سال جاری افزود، کارفرمای این کارخانه همچنین عیدی و سایر مزایای پایان سال کارگران را پرداخت نمی‌کند. به گفته این کارگر، دلیل عمده مشکلات مالی کارخانه لوله‌سازی اهواز دریافت نشدن طلبهای این کارخانه از خریداران و در نتیجه افزایش بدهی‌های بانکی کارخانه است. اما انتقال حسین رونقی به بهداری اوین در دومین روز اعتصاب قضا. حسین رونقی ملکی که به همراه 11 تن دیگر از زندانیان سیاسی در بند 350 اوین اقدام به اعتصاب قضا کرده است، شامگاه روز سه‌شنبه به بهداری اوین منتقل شد. در حالی که مسئولان پیش از این وعده اعزام این زندانی سیاسی در روز سه‌شنبه به مراکز درمانی جهت معاینات دوره‌ای را داده بودند، با لغو این قرار، شدت یافتن درد کلیه حسین رونقی ملکی در دومین روز اعتصاب قضا وی را راهی بهداری اوین کرد. بنابراین گزارش، وی پس از تزریق مسکن به بند 350 بازگشته است. اما برکناری رئیس دروغگوی سازمان زندانها و ارتقا به مقام قضاوت و ریاست دادگستری. کمتر از 24 ساعت پس از دروغگویی‌های یکسویه رئیس سازمان زندانهای کل کشور، در یک گزارش تلویزیونی وی از سمت خود برکنار و به سمت دیگری در دستگاه قضایی منصوب شد، سمتی که او را به عنوان یک قاضی و رئیس دادگستری مطرح می‌سازد. غلام حسین اسماعیلی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان تهران حکم گرفته است، سمتی که پیش از این در اختیار علیرضا آبایی از قضات نسبتاً منصف دستگاه قضایی بود. هرچند به نظر می‌رسد مسئولان قوه قضاییه بیش از این صلاح ندیدند با حمایت از تناقض‌گویی‌های اسماعیلی شاهد تخریب جایگاه خود را در افکار عمومی باشند، اما پیش از این همه برخی ناظران پیش‌بینی کرده بودند که بی‌پروایی رئیس سازمان زندان‌ها در دروغ‌گویی از سوی رؤسای بالادست وی بی‌پاسخ نخواهد ماند. اما 26 کارگر پیمانی آگاهان نیرو تعدیل شدند. در حالی که 26 کارگر پیمانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو تعدیل شده اند، سازمان تأمین اجتماعی
از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به آنان خودداری میکنم. نوروز رجب بلوکاد رئیس اتحادیه کارگران صنعت برق کشور در این باره به ایلنا گفت مؤسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو همزمان با شروع سال جدید با 26 کارگر پیمانی شاغل در این مجموعه قطع همکاری کرده است. به گفته آقای بلوکاد، آگاهان نیرو از شرکت‌های وابسته به شرکت‌های منطقه‌ای برق تهران است که به متقاضیان کار در صنعت برق آموزش می‌دهد. اما وزیر بهداشت گفت رئیس جمهور شخصا پیگیر است تا مسئله پارازیت‌های مضر حل شود. پس از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات 88 استفاده از پارازیت برای جلوگیری از دسترسی مردم به شبکه‌های خبری خارج از کشور شدت گرفت و گمان دستاندرکاران ارتباطات این بود که پارازیت‌ها می‌تواند سدی بر اطلاع رسانی‌ها باشد و شاید با این روش بتوان آتش جنبش سبز را سرد کرد که این 5 سال و وقایع گاه به گاه نشان داد این آتش سرد شدنی نیست. در این مدت بارها افراد و گروه‌های مختلف درباره زیانبار بودن این تشعشعات هشدار دادند ولی دولت پیشین گوشی برای شنیدن نداشت و از مسئولان وزارت ارتباطات گرفته تا وزیر بهداشت وقت بر این عقیده بودند که پارازیت‌ها هیچ تأثیری بر سلامت ندارند، فقط نمی‌توانستند افزایش ناگهانی انواع سرطان‌ها، سقط جنین، ناباوری ها، بیماری های عصبی و نارسایی های مغزی را توجیه کنند. حال رئیس جمهور شخصا قول داده است که پیگیر مسئله باشد تا این مشکل پارازیت های مضر حل شود. اما هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان و واریز صحنه‌ای بنزین 700 تومانی. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به واریز سهمیه های جدید بنزین از ساعت 24 شب پنجشنبه قیمت های جدید بنزین سهمیه ای و آزاد به ترتیب 700 و 1000 تومان اعلام کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اطلاعیه این نرخ های جدید فرآورده های نفتی را نیز چون اعلام کرده است. در این اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفته است هیئت وزیران در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 93 نرخ‌های جدید بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی را برای اجرا از ساعت 24 روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب به ترتیب رسانید که بدین وسیله به اطلاع مردم ایران می‌رساند. گازوئیل یارانه‌ای هر لیتر 250 تومان، بنزین سهمیه‌ای هر لیتر 700 تومان، بنزین آزاد 1000 تومان، بنزین سوپر هر لیتر 800 تومان، بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان، بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها نیز 450 تومان تعیین شده است. قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000 تومان خواهد. با تشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو آزادگان که ما را در این بخش از اخبار همراهی کردید. تا هفته دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. تا درودی دیگر، بدرود. شنوندگان عزیز، به خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی توجه می فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.